سلام، من فکر کردم که یه روز صبح خیلی زود که از خواب بیدار شدم و این فکر کردم که قراره بیام اینجا براتون حرف بزنم، فکر کردم بهتره از یه خاطره شروع کنم که در واقع دورترین خاطره ایه که من یادم میاد از زندگی. اون خاطراتی که خیلی پراکنده هر کدوممون داریم، از یه تصویر، مثلا گل دامن مادرمون یا فرش یا یه چیزی، یه تصویری. اونا نه، اونایی که به هم وصل نمیشه نه. اولین چیزی که من یادم از زندگیم اینه که یه بار توی 2 سال و 7-8 ماهگی، نزدیک 3 سالگی، داشتم غرق میشدم با 2 تا خواهرام توی استخر خیلی بزرگ خونه مادر بزرگم بودیم. من رو گذاشته بودن روی این نردبونایی که مال استخره رو بالاش، و نمیدونم حالا به هر دلیلی اونجا تنهایی بودم. اونا هم داشتن شنا میکردن، خیلی هم شناشون خوب بود و خیلی هم داشتن کیف میکردن، و یه جوری افتادم تو آب و اینو یادمه که اصلا نترسیدم، همینجوری آروم رفتم تو آب، مثل یه چیزی که اصلا دست و پام نمیزدم، مثل یه شیء فیکس اینجوری رفتم پایین تا کف استخر، و از دور دیدم که اونا تو آب دارن شنا میکنن و جیغ میزنن و نگرانن و میان. چرا این یادم مونده از کل خاطرات بچگیم؟ فکر میکنم بهش خیلی فکر کردم. این نکته توش هست برای من که قصد من نبود که غرق شم اون موقع. میخواستم ببینم چی میشه و برنامه‌ام نبود که اونجا تموم شه زندگیم، ولی اونا فکر میکردن که خب ممکنه غرق شم. به این دلیل هیچ ترسی هم نبود تو این تجربه. از اینجا میخوام اینو وصل کنم به ایده‌ای که خیلی برام جالبه و وصل میشم به کارم از طرفی که شاید برای شما هم جالب باشه، اما مجبورم یه جاهای شخصی کنم بحث و تجربه های شخصیمو بگم، چون این اون چیزیه که من دارم که بتونم با شما تقسیمش کنم. این که میگم تجربه خوشایندیه تو ذهنم، خاطره غرق شدن تو گیومه که ظاهراً خیلی هم جالب نیست، این مفهومو میاره تو ذهن من که این زاویه از زندگی چیزی بوده که از بچگی احتمالاً خیلی ناخودآگاه و حالا یه ذره الان یه کمی آگاهانه تر بر من جالبه. این بخش که میشه فهمید یا میشه تجربه کرد، حتی تا پای مرگ، حتی تا پای غرق شدن. میشه اینجوری آروم، خیلی سنگین، مثل یه شیعی که نمیتونه تکون بخوره، بری تا کف استخر، بعد دوباره بیای بالا. و یه جاهایی هم حتی شبیه یه جنگ میشه تو ذهن من، یعنی یه مسابقه ای با خودم انگار دارم. این شکلیه که فکر میکنم این برای هممون هست. تو بچگی آدم ها کارهایی که کردن که از خودشون یادشون میاد یا بچه ها میکنن، همیشه میگن که خواستم بفهمم چی میشه. مثلا دستشون میکنن تو آتیش و میگن خواستم ببینم چی میشه. و این کاریه که ما دیگه وقتی بزرگ میشیم نمیکنیم. حالا یا فکر میکنیم میدونیم چی میشه، یا فکر میکنیم نمیارزه که بدونیم هم حتی. و این اون چیزیه که من رو وصل کرده به بازیگری و وصل کرده به لذت بردن از زندگی. اینکه میشه همه چی بود و همه جور بود، برای ما نقش تعیین میشه در زندگیمون. یعنی ما از موقعی که به دنیا میایم، اول با خانوادهمون، بعد با خانواده‌ای که حالا تشکیل میدیم، ازدواج میکنیم، با دوستامون، با محیط کارمون، یه نقشی میگیریم که به ما میدنش. خودمون هم توش حتما سهم داریم، ولی اونا به ما میگن که تو باید با گذشت باشی، اونا به ما میگن که تو اونی هستی که میتونی آخر از همه از سر میز پاشی، تو اونی هستی که میتونی ظرفا رو نشوری، یا تو اونی هستی که باید حتما ظرفا رو بشوری. این نقشا فیکس میشن و همیشه این بر من جالب بوده که اینا رو میشه عوض کرد، و تا این حد پیش میره این میل به فهمیدن تو ذهن من، که شاید اینجا فقط توی محیط دانشگاهی بتونم بگمش، تا این حد پیش میره که خواهش میکنم قاعدتاً یه ذره انتزاعی ببینینش، نه خیلی سطحی و فیزیکی، که
بتونم من بشم مثلا مامان بابام یا بشم بابای بابام بشم شوهر زنم میدونی نقشا عوض شه یعنی من بشم شوهر رامبد رامبد بشه زن من بشم بچه اون بشه بابای من و این رفت و برگشت توی روابط خیلی جالبه به نظر من این اون چیزیه که میتونه حتی توی سخت ترین لحظه ها شگفت انگیز کنه زندگیو حدود یه سال و پنج ماه پیش من پدرم از دست دادم و قبلش هم خیلی یه سه سالی حدوداً خیلی پدرم مریض بود و مثلا یه آدم خیلی قوی که به طور خاص تا سالیان سال پدر ما بود تو گیومه که همیشه قوی ترین بود و همیشه اونی بود که هیچ وقت هیچ چیزی اذیتش نمی کنه یهو مریض شد و در حدی مریض شد که همه تواناییشو از دست داد و این طولانی شد این مریضیه و شاید اگه تجربهشو داشته باشین با عزیزاتون به خصوص با پدر مادرتون که اونایی هن که این نقشا باشون تعریف میشه و خیلی سهم مهمی دارن تو بودن ما شاید اینو دیده باشین که چقدر این دوره سخته این دوره که اونی که از همه قوی تر بوده از شروع زندگی الان دیگه زورش نمیرسه الان ممکنه راه نتونه بره یا الان هرچی شاید از اینجا جدیتر شد این ایده که من شدم مامان بابام که شدم بابای بابام از بچهش نقشم عوض شد تو دوره مریضیش و اولش سخته فکر میکنم اولش برای هر کسی غیر قابل تحمله اصلا هر کسی که میبینه که مادرش یا پدرش داره پیر میشه براش سخته کسایی که جدا از پدر و مادرشون زندگی میکنن به نظر من براشون سخته برن خونه مامان باباشون چون براشون سخته ببینن که هی اونا دارن پیر میشن و نقشه عوض میشه از اون مهمتر برای من لااقل یعنی نقشه اون بچه کوچولوه با اونا رو شما از دست میدین و این غیر قابل تحمله به نظر من شاید از اونجا من آماده شدم برای اینکه چجوری میتونم من یکی دیگه باشم برای بابام و بعد برای بقیه و بعد دیدم که خب اصلا اینه احتمالاً که من بازیگر شدم یعنی یه جوری سطحی تری تو شغلم اینو تجربه میکنم میگم سطحی تر چون حالا باز میکنم چرا تا پدرم فوت کرد و روزی که پدرم فوت کرد ساعت مثلا 3:30 بعد از ظهر شبش خوابیدم و صبح که بیدار شدم فکر کردم که باید بچه دار شم و بعد فکر کردم که احتمالاً باز اینه قصه که این نقشی که از دست دادم تو زندگیم که نقش دختر بابام بوده انقدر الان خلأش زیاده که باید یه نقشی رو جایگزینش کرد یعنی نقش مامان یکی دیگه بودن و میخوام بگم این ایده تجربه کردن ایده فهمیدن تا اینجا برای من پیش میره تا اینجا که میشه انقدر جالب هر کس دیگه بود هر کس هم دیگه بود میدونی این ایده که من زنم تو شوهری من اونی هم که آشپزی میکنم تو اونی هستی که بیرون کار میکنی بیشتر یا تو اونی هستی که کارهای سنگین میکنی تو اونی هستی که اجسام سنگین رو بلند میکنی من اونی هم که این اینا خیلی کسالت آوره برای من خیلی کسالت آوره یعنی شاید اینه که برای بعضی ها زندگی غیر قابل تحمل میشه چون زندگی به هر حال سخته برای هممون یعنی برای هممون یه چیزایی هست که غیر قابل تحمله برای هر کی شکل خودش ولی چی میشه که دیگه بعضیا نمیتونن تحملش کنن یا تمومش میکنن یا فراموش میکنن که میشه لذتم برد از زندگی شاید اینه که خیلی کسل کننده میشه اینقدر چارچوب داشتن انقدر بسته بندی شده همه چی میره توی یه کشویی و درش بسته میشه که این کشوی مثلا زن با گذشته این کشوی مرد فعاله این کشوی مرد تنبله من تو ذهن من انقدر پیش میره که میشه تغییر جنسیت توش باشه یعنی تو میشه تو فکر کنی که تو الان بابایی تو الان بابای باباتی و بازم تاکید میکنم روی اینکه اینو روحی تخیل کنین چون تو دانشگاه صنعتی شریف اینجا وایسادم فکر نمی‌کنم ضرورتی باشه که تاکید کنم روی اینکه دارم راجع به یه مبحث روحی حرف می‌زنم نه فیزیکی من الان سر یه فیلمی هم که مثلا دو ماه و خورده یه که داریم فیلم برداری می‌کنیم و واقعا انقدر فیلم سنگینه که امروز مثلا شاید تنها روز آف منه بعد از مدت‌ها
و میخواستم عذرخواهی کنم یه ذره قبلتر رو بگم نمیام چون فکر کردم هنوز مدون نیست ذهنم که دقیقا اینو چجوری به هم همه این حرفا رو به هم بس کنم، اما فکر کردم شاید این تنها فرصتی یا جز معدود فرصتهایی باشه که من ما بتونیم دو نفری بیایم اینجا رو صحنه برای شما حرف بزنیم با دخترم. من خیلی اهل خبر دادن راجع به خودم و قصه های خودم و مسائل خودم نیستم، چون فکر کنم خیلی اهمیتی نباید داشته باشه برای مردم، بر همینم خیلی هم اهل فضای مجازی هم نیستم، خیلی در حدی که مجبورم باشم هستم، ولی این یه دونه رو فکر کنم جالبه بگم چون میخوام باز راجع بهش حرف بزنم. فکر کنم اینجا بهترین جاییه که میشه گفتش تا خبرش رو توی اینستاگرام و فلان بخونیم. دختر من رام بود، ولی توی همین دوران توی این ماه‌ها 4 ماه و خورده‌ای باز بیشتر این ایده روشن شد تو ذهنم، توی این که من فکر کردم که این تجربه بارداری رو مثلا من به دوستایی که تعریف میکنم و میدونن که حالا مردم هستن، بعضیاشون میگن که خیلی برام جالبه، بعضیاشون میگن وای خیلی منم دلم میخواست حاملشم و این خیلی جالبه، شاید خنده داره بله، ولی این خیلی شگفت انگیزه که میشه این آرزو رو داشته باشه یه مرد، چرا نه؟ یعنی خیلی آزادی ذهن توشه، میدونی این یه ذهنیه که همون خیال که میتونه هر جایی بره، میتونیم ما یعنی تنها شانسمون در زندگی شاید اینه که میتونیم خیال کنیم و میتونیم خیالمون رو هر جایی بفرستیم و بر حسبش رفتار کنیم حتی. و باز توی این دوران من به این فکر کردم خب کاش رام بودم میتونست این دوران رو تجربه کنه چون خیلی جالبه، کاش اونم بتونه مامان این بچه هم باشه یا منم بتونم باباشم باشم، که البته واقعا خیلی خیلی خوب ما تونستیم با هم دیگه تو رابطمون این بالانس رو ببریم جلو که بتونیم اون زن تو گیومه و مرد تو گیومه کنار هم نباشیم، بتونیم آزادتر باشیم یه ذره. و این باز من وست کنم به کارم اینو که شاید برای شما حالا جالبتر یا حرفه‌ای‌تر بشه، تخصصی‌تر بشه. این بخش از کار من بازیگری برای من جالبه اصولاً که توش میشه فهمید، یعنی به محض اینکه احساس کنم که این وجود نداره توش، یعنی من به عنوان یک بازیگر مثل تو پرانتز مثل یک کارمند هر جایی دارم وظیفه‌مو انجام میدم که صبح ساعت 5:30 پاشم برم بشینم گریم شم، بعد برم جلو دوربین، بعد فیلم تموم شه اکران شه، بعد برم رو سن و بگم خیلی ممنون و اینا، که اون بخش حاشیه‌اش یعنی بخش بعد از فیلم برداری و عکس گرفتن و ژست گرفتن و اینا واقعا بدون هیچ اغراقی بخش غیر قابل تحمله برای من تو کارم، ولی اون بخشیش که میشه مطالعه کرد آدما رو جالبه، مثلا ستاره ها که تو آسمون نگاه میکنی و تبدیل میشن به مثلا یه خرس یا تبدیل میشن به یه شکل، اون تیکه از بازیگری بر من جالبه، اینکه تو میتونی مطالعه کنی آدم ها رو و وصل کنی اونا رو به خودت. برای همینه که باز حالا یه حرف تکراری شاید بشه این، ولی من فکر میکنم همه آدم ها رو ما تو خودم میدونین همزمان همه چی هستیم. همیشه این سوالایی که توی مصاحبه‌هایی که تو کار ما زیاد مرسومه میشنویم ما اینه که چجوری تونستی نقش مثلا یک دختر پایین شهری که فلان رو بازی کنی، یا چجوری تونستی نقش یک همسر روحانی رو بازی کنی. و باز این سوال عجیبه برای من، برای که من فکر می‌کنم که ما همه چی هستیم همزمان اگه بتونیم ببینیم، یعنی فقط کافیه یه ذره دقیق تر بشیم تو خودمون و پیدا کنیم اونایی که اگه یه ذره صداشو ببری بالاتر میشدیم یکی دیگه با اونا. یعنی این بخشیه که شاید توی بازیگری حالا این با این تجربه‌ای که میگم میشه نقش عوض کرد و میشه جالبه که آدم بتونه نقششو عوض کنه تو زندگی و بذارن بقیه همشون، بقیه هم نمیذارن. یعنی همیشه یه بحث اینه که ما توقع داریم که کسی چجوری باشد و به محض اینکه اونجوری نباشد به نظرمون دیگه قابل قبول نیست،
و شروع کنی بهش فوش دادن. الان که هر چقدر بیشتر میگذره، حالا بیشتر میتونیم اینو تو فضای مجازی این فوش دادن رو به هم دیگه برسونیم و یه جایی خالی کنیم. شاید از همین میاد، از همین که ما اگه به یکی میگیم زن معصوم، دیگه این باید بمونه زن معصوم، اجازه نداره جور دیگه باشه. و حالا میگم توی بازیگری این تبدیل میشه به یه که میگم شکل حالا سطحی تری از این ایدهی که تو ذهن من سال هاست و برام جالب میکنه زندگی رو، ولی تو بازیگری تبدیل میشه به یه دستاوردی که میشه با بقیه تقسیمش کرد، تبدیل میشه به یه فیلم. ولی این بخش جالب کار ماه به نظر من، این بخش فوق‌العاده شگفت‌انگیز کار ماه. من یه دوره‌ای مثلا سال 88 یه چند ماهی به این فکر کردم، برای اولین بار بعد از اینکه از مثلا 13-14 سالگی کارمو شروع کرده بودم، به این فکر کردم که ولش کنم. فکر کنم بعد از تلامس بود. لندن بودم، یه سفری رفته بودم، چند ماهی مونده بودم. یه تئاتری دیدم که اجرایی از هملت بود و اون صحنه فوق‌العاده بودن یا نبودن و این شکلی توی برف این شکلی اجراش کرده بود کارگردان، که روی یه سن خالی اون دیوار عقب صحنه در ورودی کاخ بود، در باز میشد، هملتش هم جودلا بازی میکرد، شاید براتون جالب باشه. در باز میشد، هملت میومد رو صحنه و شروع میشد برف اومدن و برف میومد و برف میومد و برف میشست و یه کاری هم تو باند صوتی تئاتر کرده بودن که اون جنس صدایی که وقتی برف میاد یه سکوتی میشه، اونو ساخته بودنش، سکوت و برف نشست، سفید شد همه جا و گفت دیالوگو. تو اون دوران من وقتی اینو دیدم اونجا که همجوری هم نشسته بودم تو تاریکی، اشکام داشت میومد، به این فکر کردم که خدا رو شکر که من کارم اینه، خدا رو شکر که من یه ربطی به چنین جادویی دارم، یعنی چنین رفت آمدی که الان اون بازیگر داره رو صحنه تجربهش میکنه، میتونه اونجا باشه توی اون برف و اون دوران و اون رابطه رو با یه خانواده تجربه کنه که هملت کرده. اینه که میگم خیلی جالب و شگفت انگیزه و برای همینه شاید که مثلا شما اگه از 1000 نفر بپرسین که دوست داری بازیگر بشی، اونایی که میگن نشد روشون نمیشه که بگن بله، همه دوست دارن و همه براشون جالبه. این تنها چیزی که شاید دلم میخواد بگمش و تمومش میکنم، این نقش عوض کردنه. تو سخت‌ترین دورانی که برای من شاید میشد فکر کنم در زندگیم تجربهش میکنم، یه ماه بعد از فوت پدرم بود که مجبور بودم کارهای پدرم که یه کار نیمه تمام ساختمانی داره تو هشگرد انجام بدم و هنوزم مجبورم راستش، ولی الان دیگه مجبور نیستم چون این بخشش برام جالب شده که من نقش اونو دارم بازی میکنم. حدوداً یه ماه گذشته بود، دیدم که یه کیفی که دستم هر روز از صبح میرم سر صحنه فیلم برداری و بعدم میرم اونجا و دفتر و اینا، پر از مدارک بی ربطه، اصلا مدارکی که لازم نیست من با خودم جایی ببرم. بعد یه روز تو خونه مامانم دیدم که کیف بابام، ما هنوز جرئت نکرده بودیم ببینیم توش بعد از فوتش، سخت بود، رفتم باز کردم و دیدم همه مدارکش توشه. یعنی خیلی ناخودآگاه همه اون کارهایی که اون میکرد رو من داشتم میکردم یا شاید دارم هنوزم میکنم. ولی این وقتی تو میبینیش جالب و جادویی و شگفت انگیز میشه. همین فهم خواهم شاید بهش توجه کنین، شاید یه در دیگه، یه پنجره دیگه به جاهای جالب تری باز بشه.